خب امروز میخوام نحوه گرفتن آکورد بی ساس 4 ات شارپ 13 نو 5 اوور جی شارپ جی شارپ جی شارپ شارپ رو بهتون بگم. میشه حقیقتی که این آکورد وجود داره داخل گیتار من از هر چیزی بیشتر میترسونه. اسمش رو شما نگاه کنید، بی ساس 4 ات شارپ 13 نو 5 اوور جی شارپ شارپ. ولی جدی میخوام آکوردهای گیتار رو بهتون بگم. 12 تا نوت داریم داخل موسیقی غرب که روی هر کدوم میتونیم آکورد بسازیم. از A یا لا شروع میکنیم. روی لا میتونیم چند تا آکورد بسازیم، یکی A، A major، A minor، A7، A minor 7، A major 7، A sus 2, A sus 4, A 5, A diminish، A augmented که اوناییشو که داخل پاپ خیلی استفاده میشه A major، A minor و A 7 هست. خیلی از اینایی که گفتم و خودم هم یادم رفته، ولی نحوه گرفتنشو میگم که دیگه ویدیو کامل باشه. A major رو چجوری میسازیم؟ اگر گام A major رو بزنیم هفت نوت داره، با احتساب نوت آخر میشه هشت نوت. از نوت A، C sharp و E استفاده میکنیم. یکی در میون اینو میخوایم، نوت بعدی رو نمیخوایم، نوت درجه سوم، نوت درجه پنجم میخوایم، درجه چهارم نمیخوایم. پس میشه A، C sharp، E. اینا رو اگه بخوایم سر دسته بگیریم اینجوری میشه. سیم شیش رو خفه میکنیم، درست نوت ایه ولی میتونه داخل آکورد باشه و زدنش دنیا به آخر نمیرسه، ولی اگر خفش کنید بهتر نوت A داخل ریشمون باشه. این نوت باشه با شست خفش کنید. انگشت یک دو سه فرت دو، سیم دو سه چهار. این نوت E هست، این نوت A هست، این نوت C شارپه، این نوت Eه، این هم نوت A هست. مهم نیست چند بار نوت ها تکرار بشن، فقط مهم اینه که هر ستاش حتما باشه. و اگر آکوردی رو بزنید که فقط همین ستا رو داشته باشه، یعنی این ستا سیم پایینی رو بزنید، میشه کوچکترین شکلش که میشه ترایاد، بهش میگن ترایاد. کامل ترش میشه این. خب بارکوردش چجوری میشه؟ فرت 5 انگشت 1، انگشت 2 فرت 6 سیم 3، انگشت 3 فرت 5، فرت 7 سیم 5، انگشت 4 فرت 7 سیم 4. ای ماینر رو چجوری تشکیل میدیم؟ به جای سی شارپ که درجه سوم بود سی رو میزنیم، یعنی داخل ای میجر که اینجوری میگرفتیم، اینجوری اگر بگیریمش این نوت سی شارپ، اگه بکنیمش سی میشه ای ماینر که صداش فهمیده. حالا اگر A7 رو بخواییم تشکیل بدیم، A minor بارکوردش میشه اینجور، این انگشت دو رو که بردارید، این A major بود، انگشت دو رو برمیدارید میشه، یعنی نوت C sharp، این نوت C. واسه آکورد A7 باید یه نوت به آکوردمون اضافه کنیم، یعنی A7 رو اگه بخوایم بزنیم مثل A major هست، فقط نوت G اضافه میشه بهش. این درجه هفتم گامه، اگر فلتش کنیم این G sharp میشه G و داخل A7 داریم میشه. یعنی A major که اینجوری میگرفتیم، اگر که این انگشتمون رو برداریم این نوت A هست، اینجا A رو داریم دیگه، میتونیم این انگشتمون رو برداریم که نوت G باشه، آزاد سیم سوم میشه A7 که اینجوری هم میشه بگیرش. میخوایم بارکوردش رو بزنیم دقیقا مثل A major، انگشت 4 رو برمیدار که میشه نوت، انگشت 4 که برمیداریم میشه این نوت، نوت G. یا آکورد دیگه داریم به نام A major 7 که مثل A major هست، فقط به جای درجه هفتم که نیم پرده به مول شد، درجه هفتم گام میزنیم، یعنی نوت G sharp.
که نحوه گرفتنش اینجوری میشه. یعنی انگشت یک فرت یک سیم سه، انگشت دو فرت دو سیم چهار، انگشت سه فرت دو سیم دو، انگشت سیم یک آزاد، سیم پنج هم آزاد. این نوت جی شارپ است که باعث میشه بشه ای میجر سه. بخوایم اینجا بگیریمش میشه نوت A، نوت G شارپ، نوت C شارپ، نوت E، نوت E، دوباره نوت A. این هم از A major 7. پس متاد شد A، C شارپ، E، G شارپ. دو تا آکورد دیگه داریم، A sus 2، A sus 4 که ساسپندد هستن، یعنی معلقن، یعنی درجه سوم رو ما حذف میکنیم. مثلا این ای میجر بود، درجه سومش این نوته بود که داخل میجرش سی شارپ بود، داخل ماینرش سی بود. اینو اگر که برداریم انگشت سمونو این آکوردو بزنیم که میشه نوته چی؟ میشه نوته بی، درجه دوم گامونه، میشه A ساس 2. تقریبا همون آکوردی که اسمش اول ویدیو گفتم، این میشه اسم دیگهش میشد همون اسمی که گفتم B ساس 4 اد فالا، میشه A ساس 2. درجه سوم به جای درجه سوم درجه دوم زدیم. حالا اگر به جای درجه سوم درجه چهارم رو بزنیم، یعنی این نوت D، یک دو سه چهار، نوت دی میشه A ساس 4. که خیلی از مواقع میبینید مثلا یک چیزی داریم به نام امبلیشمنت، میشه مثلا میجر ساس 2 ساس 4 شو میزنی، یا ماینر مثلا داخل ماینر هم میتونیم باز این ساس 2 ساس 4 اضافه کنیم. کلا ساسپندن هم ماژورن هم مینورن، یعنی درجه سومشون به یه نوت دیگه تغییر کرده. آکورد بعدی A5 که آکورد مورد علاقه من هست، از دو تا نوت بیشتر تشکیل نمیشه، میشه A و E، یعنی A E. این نوت A، یک دو سه چهار پنج، نوت A نوت E پاور کورد است، یعنی درجه سومش کلا حذف شده، آمید شده، یعنی درجه سومو نمیزنه، فقط درجه اول و پنجم. اکتاب درجه اول که اینجا بخواییم بگیرش میشه نوت A نوت E، که باز اونم داخل پاپ زیاد استفاده نمیشه، داخل راک با دیستورشن خوب میشه، با صدای کلین زیاد خوب نمیشه، یا داخل گیتار کلاسیک و اکوستیک. خب A دیمینش رو چجوری بگیریم؟ A دیمینش از سه تا نوت تشکیل شده، A C D شارپ، یعنی درجه اول، درجه سوم فلت شده، درجه پنجم فلت شده، درجه پنجم فلت شده، یعنی دی شارپ، A C دی شارپ. نوت A، نوت دی شارپ، نوت A، نوت سی شارپ. بخواین بارش رو بگیرید میشه اینجوری A augment
اورینتد میشه نوت A C شارپ F، یعنی نوت A C شارپ F، برگرفتنش هم اینجور میشه. اگر که یک دو سه چهار تا فرت بیان جلوتر همین نوتا دوباره تکرار میشه، یعنی میشه ای آگمنتد، اینم ای آگمنتد است.